عین عرفان، آشنایی با مقوله عرفان و تصوف. در آشنایی با تعالیم شیخ فریدالدین عطار درباره مراحل سلوک، آنچنان که در کتاب منطق الطیف شرح داده شده، به توضیح سه وادی از هفت وادی یعنی طلب و عشق و معرفت پرداختیم. در این مبحث به شرح وادی استغنا می‌پردازیم که مرحله چهارم از مراحل هفتگانه سلوکه. بعد از این وادی استغنا بود، نه در او دعوی و نه معنا بود. گر در این دریا هزاران جان فتاد، شبنمی در بحر بی پایان فتاد. گر دو عالم شد همه یک بار نیست، در زمین ریگی همان انگار نیست. با سلام و با تشکر از شما و از مخاطبان عزیز برنامه عین عرفان، وادی چهارم وادی استغناست و مفهوم از استغنا این نیست که سالک وقتی وارد این وادی میشه حالت بی‌نیازی بهش غلبه میکنه. معنیش اینه که در اینجا پرده‌های غفلت از برابر چشمش افتاده، به معرفت رسیده و در این وادی اون وقت حقیقت آفرینش و کائنات بهش آشکار میشه، یعنی عظمت هستی رو کشف میکنه. جهانش که محدود در افق بینی خودش بود و بسیار بسیار دنیای کوچیکی بود که خودش در مرکزش قرار گرفته بود، یک دفعه فرو می‌ریزه. یعنی مشاهده می‌کنه که هستی یک واقعیت لایتناهیه. مشاهده می‌کنه که در هر لحظه، چنان که مولانا می‌فرماید، از عدم‌ها سوی هستی‌ها روان، هر زمانی میرسد صد کاروان. ما عدم‌هاییم هستی‌هام ما، تو وجود مطلق و هستی‌ها. هر زمان مرگی و رجعی دادیم، تا ببینم دست برد آن سمن. یعنی مشاهده میکنه که در هر لحظه کل جهان، کل کائنات، کل یونیورس نیست مطلق میشه و دوباره هست میشه و دوباره نیست میشه و دوباره هست میشه و سرعت نیست شدن و هست شدن، این تحول مشهود حواس نیست. مشاهده میکنه که در هر لحظه میلیون ها کهکشان زاده میشه و میلیارد ها خورشید از بین میره و آب از آب تکون نمیخوره. مفهوم استغنا اینه، یعنی عظمت هستی در برابر چشمش جلوه میکنه. در این بیت خلاصه شد مطلب. گر دو عالم شد همه یک بار نیست، در زمین ریگی همان انگار نیست. یعنی متوجه میشه هستی بی پایانه، ابعاد بیکرانه ای داره و این بیخودی خودش رو در ناف هستی به سبب غفلت، به سبب جهالت، به سبب نادانی قرار میداد و همه چیز رو با خودش معنی میکرد. اینجا متوجه میشه که اگر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. این مطلب استغناست، یعنی استغنای پروردگار از کل کائنات، پروردگاری که آفریدگار کل هستیه و دائم هستی رو نیست و هست میکنه به طور مداوم و به این ترتیب سرنوشت عالم رقم خورده و داره تحول پیدا میکنه و پیش میره. پس دانشمندی که پشت تلسکوپش کهکشان‌ها رو نگاه می‌کنه، اینم به این مرحله رسیده. تکنولوژی
بعد حس رو گسترش میده. اما فراحس دیگه نیازی به تکنولوژی نداره. اون عارف که با چشم دلش اینا رو مشاهده میکنه خودش جزئی از اینا محسوب میشه، در حالی که اون آستروفیزیسیانی که داره با تلسکوپش اینها رو عکس برداری میکنه و اون عکس ها رو با نیروی خردش آنالیز میکنه، در واقع شناختش نسبت به هستی شناخت حسیه و آنالیزش هم آنالیز عقلیه، جزئش نیست. برای عارف تجربهش تجربه از درونه، در حالی که برای یک فیزیسیان یا آستروفیزیسیان مشاهدهش مانند یک ناظره که داره یک واقعی رو که خارج از او اتفاق میفته است. بکنیم که یه نفر سقوط آزاد میکنه از یه هواپیمایی، درش رو باز میکنه، از اون بالا میپره پایین، میاد پایین و تمام لحظات سقوط آزاد رو از اون هواپیما تا وقتی پاش به زمین میرسه تجربه میکنه. و یه نفر دیگه که رو زمین نشسته و داره با دوربین نگاه میکنه، میبینه در هواپیما باز شد، یه نفر از توش پرید و اومد پایین. این دوتا در واقع یک واقعه رو دارن تجربه میکنن، ولی یکی تو درون واقعه هست، یکی از بیرون داره اون واقعه رو نگاه میکنه. به همین دلیل اون تجربه‌ای که از درون حاصل میشه یک قنای عجیبی به معرفت انسان اضافه میکنه که هرگز اون کسی که در بیرون قرار گرفته نمیتونه اون درک کنه. برای کسی که یه واقعی رو تجربه میکنه، حس خود اون واقعه است، واقعه رو کاملا درک میکنه با تمام ابعادش. اما اون کسی که در بیرون نشسته و داره همون صحنه رو مشاهده میکنه، مشاهدهش نسبت به اون صحنه نسبیه، کامل نیست. یعنی نسبت به زاویه دیدش این واقعه رو یه جوری میبینه. کس دیگه ای اگر مشغول مشاهده همین واقعه باشه اما از یه زاویه دیگه ای داره اون واقعه رو بسط میکنه، یه جور دیگه میبینه. یعنی قضیه نسبیت مطرح میشه برای کسی که بیرون واقعه قرار گرفته. اما کسی که در درون واقعه قرار گرفته تمامی ابعاد اون واقعه رو تجربه میکنه. فرق عارف با عالم در اینه. عارف از درون واقعا رو تجربه میکنه و تمامیتش رو، در حالی که عالم چون مبنای شناخت حسیه و شناخت حسی جهت داره، یعنی تابع جهته، یعنی بستگی داره آدم از چه جهتی از چه زاویه‌ای داره رصد میکنه، یه سمت رو میبینه یه سمت مخفیه بهش. اون کسی که از طرف دیگه داره رصد میکنه اون سمت مخفی رو میبینه، تا این یکی سمت اون وقت براش مخفی میشه که برای این شخص مشهوره. به همین دلیل مشاهدهش ناقصه، کامل نیست. پس میتونیم در یه جمله بگیم که اون سالک عظمت خداوند رو در این مرحله تجربه میکنه. یعنی اینی که خداوند بی نیاز از همه چیزه، باشه یا نباشه برای خداوند تفاوتی نمیکنه. این نیستش که خداوند نیاز داره که بندگانش عبادتش بکنن، بندگانش عبادتش بکنن یا همه کافر بشن، ولی خداوند تفاوتی نمیکنه. یعنی استغنای خداوند رو کشف میکنه، استغنای خالق رو کشف میکنه. سالی که نمیاد این چیزها رو تجربه بکنه، یعنی نمیاد در سلوک خودش مثلا کهکشانها رو متوجه بشه که وجود دارن یا از بین میرن، اون چیزها رو که اون نمیتونه. علم داره خاضعانه به طرف عرفان نزدیک میشه. چرا الان این نیو ساینتیست هایی که بیش از پیش دارن اون چارچوب تعریف کلاسیک علم رو زیر سوال میبرن، بعد از آشنایی با دستاوردهایی که عرفان برای بشریت گذاشته حالت خضوع نسبت به عرفان پیدا میکنن؟ به چه دلیله؟ به خاطر اینه که عرفا از طریق معرفت فراحسی به شناخت یونیورس نائل شدن، به شناخت کائنات واقف شدن، به درک رابطه‌ای که بین عموم مخلوقات و خالق وجود داره نائل شدن و اینها رو به زبان سمبولیک و نمادین در کلام خودشون بیان کردن. بحث بر سر اینه که ما میگیم که خودشناسی مقدمه خداشناسی. وقتی میگیم که انسان نهایتاً در عرفان خداشناس میشه،
خدا رو چجوری میشناسه؟ خداوند یه حقیقتیه غیر قابل شناخته شدن که ذات خداونده. اما این ذات دارای یه صفاتیه، مثل صفت رزاقیت، صفت خالقیت، صفت رحمانیت، صفت رحیمیت، صفات مختلف که خداوند داره. وقتی که صفت رزاقیت وارد فعل و عمل میشه، روزی هر موجودی میرسه. مثلا سعدی میگه حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره صما. یعنی خداوند یه ذاتی داره، یه مجموعه صفاتی داره، بعد اون صفات سبب ظهور افعال میشه توسط خداوند و اون افعال یه آثاری تولید میکنه. این مخلوقات، مجموعه مخلوقات، عالم خلقت، کل یونیورس، کائنات، این آثار فعل خلاقانه خداونده. به همین دلیل عارف از نگاه به آثار پی به مؤثر میبره، پی به قوه فاعله پروردگار میبره، بعد اون وقت صفات پروردگار رو شروع میکنه نسبت بهش حصول معرفت کردن. به این ترتیبه. پس از نگاه به اثره که پی به مؤثر میبره، از نگاه به اثره که پی به قدرت فاعله پروردگار میبره. و هر چقدر که دامنه شهود مستقیم به فراحسیش نسبت به عالم آثار یعنی کل یونیورس بیشتر بشه، درکش نسبت به عظمت پروردگار که آفریننده کون و مکانه بیشتر میشه. و اون وقت اینها رو به صورت سمبولیک بیان میکنه. این معنی استغنا است. حافظ میفرماید این چه استغنا است یارم، وین چه عالی همت است، کین همه درد نهان هست و مجال آه نیست. یعنی این عالم محدود نسبت به انسانی که ناظرشه نامحدوده، یعنی انسان هرگز قادر نیست حد عالم رو درک بکنه. معنی استغنا اینه، یعنی انسان متوجه میشه که خداوند قائم به ذات خودشه و بی‌نیاز از موجوداته، مستغنی به ذات و همه به اون محتاجن. یعنی چنان که در قرآن مجید میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید، یعنی همه ما محتاج درگاه پروردگاری و فقط خداوند که غنی و مستغنی. خب با تشکر از شما تا برنامه بعدی که به وادی دیگه می‌رسیم. با تشکر از شما تا جلسه دیگه، شما و مخاطبان عزیز برنامه عین عرفان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. Thank you.